جفری فیلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک روز 29 دی دیما، 19 ژانویه تهران را بزرگترین چالش واشنگتن در خاورمیانه خواند و گفت که سیاست پرزیدنت باراک اوباما برای تماس و برقراری ارتباط رودررو رو با ایران ستودنی است فلتمن که در مؤسسه هاتسون در واشنگتن درباره سیاستهای آمریکا در خاورمیانه سخن می گفت عنوان کرد که رد شدن پیشنهاد معامله هسته‌ای ارائه شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از جانب تهران به دنیا نشان داده است که مشکل واقعی کجاست و اظهار داشت که به نظر می رسد ایرانی ها در این مقطع همکاری نمی کنند بلکه چنگ و دندان نشان می دهند. we were seen by many as part of the problem. So I wouldn't underestimate the fact that... ما از طرف بسیاری به عنوان بخشی از مشکل مطرح شده ایم. بنابراین این واقعیت رو دست کم نمیگیرم که, نمی که پرزیدنت اوباما راه خود را کچ کرده تا با ایران ارتباط برقرار کند. اما به طور کلی دست رد به سینه ما خورده و اکنون در سطح بین المللی هماهنگی بسیار بیشتری با ما برای شناخت مشکل واقعی وجود دارد. آمریکا برای مذاکره رسمی هسته‌ای با هیئت نمایندگی ایران در اول اکتبر 2009 به کشورهای گروه 5 به اضافه از قدرت‌های جهانی شامل بریتانیا، فرانسه، چین، آلمان و روسیه پیوست. چند هفته پس از آن، پیشنهادی توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین تنظیم شد که بر اساس آن ایران می بایست بخش اعظم ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص پایین خود را برای غنیسازی بیشتر به خارج از کشور منتقل کند تا پس از تبدیل به سوخت هسته‌ای به منظور استفاده در رکتور تحقیقاتی پزشکی به تهران بازگردانده شود و بدین وسیله اطمینان حاصل شود که قابل استفاده برای سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود مقامات متعدد ایرانی برای چندین ماه اظهارات مختلفی در مورد آن پیشنهاد مطرح کردند اما آن پیشنهاد هرگز به صورت رسمی از طرف ایران پذیرفته نشد دیدارهای ژنو در اول اکتبر امیدوار کننده به نظر می رسید در واقع ایرانی ها هیچگاه آن موازه را دنبال نکردند به نظر می رسد که ایرانی ها در این مقطع به جای همکاری بیشتر دارن چنگ و دندان نشان میدهند اظهارات فلتمن همزمان با انتشار گزارشی توسط اسوسییتد پرس عنوان شد که طی آن به نقل از دیپلومات هایی که نام آنها ذکر نشده است مطرح شد که ایران در واکنشی رسمی در ششم ژانویه پیشنهاد معامله ای از سوی آژانس را رد کرده است فلتمن در ادامه به دفاع از اوباما در مقابل انتقادات از سیاست تعامل وی با دولت ایران پرداخت که در پی انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران این سیاست مشروعیت خود را تا حدی از دست داده است برقراری ارتباط به معنای در آغوش گرفتن نیست تعامل و مذاکره یعنی به کار بردن ابزاری متفاوت در میان ابزارهای مختلف سیاسی همراه با ابزارهای دیگری که ممکن است در تلاش برای حل مشکل به کار گیرید. صرف اینکه ایرانی ها به پیشنهاد آمریکا برای تعامل گسترده تر پاسخی ندادن به این معنا نیست که ما هم به سادگی نشسته و انتظار بکشیم که این امر را به سادگی قبول کنیم اصلا اینطور نیست که ما صبر کنیم و به ایرانی ها بگوییم که چند ماه وقت دارن بعد باز کمی بیشتر صبر کنیم بعد آنها با ما ارتباطی برقرار نکرده باشن چیزی که در اتفاق می افتد اصلا این نیست در هر حال همه گزینه ها در نظر گرفته می شوند تبادل نظر و مشاوره با همراهانمان هم در حال انجام است اما فلتمن توضیحی در این مورد نداد که در پی رد پیشنهاد معامله سوخت هسته‌ای توسط تهران آمریکا چه گزینه هایی را ممکن است در تنظیم سیاست نوین خود در قبال ایران در نظر بگیرد